دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران طی اطلاعیه‌ای درباره اظهارات سردشخیم قضایه خامنه ای اعلام کرد آخوند صادق لاریجانی رئیس قضایه رژیم در روز پنج بهمن قیام آفرینان را آشوبگر و مرتبط با بیگانگان خواند و از آمران و عاملان سرکوب در دستگاه قضایی نیروی انتظامی و دستگاه های امنیتی تقدیر کرد و آنها را به برخورد با سرشاخه های مرتبط با بیگانگان در فضای مجازی فراخواند. این آخوند فاسد و تبهکار که رسوایی حساب های بانکی و پرونده های زمین خاری خود و برادرانش عالمگیر شده است، ناگزیر به اعتراف شد که با اینکه ما در طول سال برخورد می کنیم، باز هم تکرار می شود. وی همچنین به بازداشت های موقت و غیر ضروری تعدی به حقوق مردم، و اخازی های بی حساب و کتاب تحت عنوان وسیقه از آن کرد. آخوند صادق لاریجانی به منفور بودن دستگاه قضایی رژیم نیز اعتراف کرد و گفت دشمنان با موج گسترده حملات به دستگاه قضایی اقتدار این قوه را هدف گرفتند. واقعیت این است که مردم و جوانان دلیر در قیام دیما در کنار شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر روحانی با شعارهایی مانند لاریجانی قاضی با دزدا همبازی و مرگ بر لاریجانی عزم خود را برای سرنگونی استبداد دینی و به زیر کشیده شدن تمامی ارکان ستم و سرکوب از جمله دستگاه قضاییش به روشنی بیان کردند. دبیرخانه شورای ملی مقاومت طی اطلاعیهای درباره اعتصاب 3500 کارگر گروه ملی صنعت فولاد ایران در اعلام کرد مقاومت ایران با درود به این کارگران شریف و زحمتکش عموم مردم به ویژه کارگران در سراسر کشور را به اتحاد و همبستگی با آنها و ایستادگی در مقابل قارتگران سرمایه های ملی و دزدان دسترنج زحمتکشان فرا میخواند و از اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری می‌خواهد تا ستم و سرکوب علیه کارگران ایران را محکوم کند. در این اطلاعیه درباره وضعیت وخیم این کارخانه در اثر سیاست‌های ضد مردمی رژیم آخوندی آمده است. تولید گروه ملی فولاد ایران بر اثر غارت سرمایه‌هایش توسط سپاه پاسداران و دیگر کارگزاران حکومتی و با اخراج مستمر کارگران به ده درصد کاهش یافته است این کارخانه عظیم که در دوران جنگ ضد میهنی با عراق توسط پاسداران در خدمت تأمین نیازهای جنگ از جمله تولید خمپاره قرار گرفته بود در سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد و به دنبال برملا شدن یک اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سال 90 در ازای انبوه بدهیهایش به بانک ملی واگذار شد و بانک ملی نیز یک قلم 400 میلیون تومان از حاصل فروش اموال این صنعت را به یغما برد و در اسفند 95 با بهایی نازل آن را به حراج گذاشت